برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می‌دهیم. مرکز علمی قرآن کریم در آستان حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام در راستای فعالیت‌های علمی و فرهنگی خود کتاب تفسیر القرآن بالقرآن عند ائمة اهل البيت علیهم السلام را منتشر کرد. انتشار این کتاب زیر نظر مرکز مطالعات و تحقیقات قرآنی وابسته به مرکز علمی قرآن کریم و به عنوان بخشی از پروژه تحقیقاتی آن مجموعه پایان نامه‌های قرآنی دانشگاه‌ها انجام شده است. به گفته دستاندرکاران انتشار این کتاب، این طرح در راستای بهره‌مندی محافل دانشگاهی از تحقیقات و مطالعات تخصصی قرآنی و در راستای ارتقای فرهنگ اسلامی انجام می شود. مؤسسه فرهنگی خیریه حضرت ام ابیها سلام الله علیها از مراکز مرتبط با دفتر مرجع عالی قدر آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی در شهر مقدس کربلا از زائران حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و باب الحوائج حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام پذیرایی کرد. این اقدام هر سال به مناسبت اعیاد شعبانی توسط این مؤسسه انجام می شود و با توزیع صدها کیلو شیرینی از زائران حسینی پذیرایی به عمل می آید. موکب مؤسسه حضرت ام ابیها سلام الله علیها تایی این اقدام در خیابان باب القبله حرم مطهر حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام مستقر شد و از زائران کربلای معلا پذیرایی کرد. وزارت امنیت عمومی پاناما اعلام کرده یک قایق حامل 27 پناهجوی عمدتاً افغانستانی در سواحل کارائیب در این کشور واژگون شده و دست کم 5 سرنشین آن جان باختند. به گزارش آسوشیتد پرس، این قایق روز چهارشنبه هفته گذشته واژگون شده است. در گزارش این رسانه آمده است که جان باختگان شامل 2 زن و 1 کودک می باشند. مسیر سواحل کارائیب در پاناما یکی از مسیرهای مهاجرت غیرقانونی به آمریکا است. از این مسیر بیشترین مهاجران آمریکای جنوبی و آفریقا استفاده می کنند، اما در سالهای اخیر مهاجران افغانستانی هم به این مسیر روی آوردند. در پی افزایش گرسنگی و کمبود غذا در کشور آفریقایی چاد، مقامات این کشور وضعیت اضطراری غذایی اعلام کردند. مقامات این کشور گفتند برای پیگیری و ارزیابی اقدامات ضروری به ویژه اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه یک کمیته ویژه تشکیل شده است. گفتنی است چاد یک کشور ساحلی محصور در خشکی در آفریقای مرکزی است که یکی از بالاترین سطوح گرسنگی در جهان را دارد. بر اساس آمار سازمان ملل 42% از جمعیت آن زیر خط فقر زندگی می کنند. کشوری کم درآمد با فرصت‌های تولید درآمد محدود و دسترسی محدود به خدمات اجتماعی در شاخص توسعه انسانی 2021-22 از بین 191 کشور در رتبه 190 قرار دارد. نارندرا مودی نخست وزیر هند در سفر 2 روزه خود به امارات بزرگترین معبد سنگی سنتی هندوها در خاورمیانه را در ابوظبی افتتاح کرد. این سومین سفر مودی به امارات در 8 ماه گذشته بود. وی در توییتی نوشت: من احساس خوشحالی می کنم که بخشی از این لحظه مقدس هستم. رسانه های هندی سخنرانی ویدیوی مودی را در هنگام افتتاح معبد پخش کردند که در آن وی گفت: امروز امارات فصل طلایی در تاریخ بشریت نوشته است. این معبد ظرفیت و انرژی جدیدی در روابط بین هند و امارات تزریق خواهد کرد.